Thank you.
Nicholas. Incredible, incredible. Really bracelet. Thank you so much. آهنگ بعدی که خدمتتون اجرا میکنیم دوباره از همون منطقه خراسان همجوری که گفتم، ولی ما اینو شیر میکنیم با همزبانان افغانی. یعنی ما مدعی هستیم که این آهنگ ماست، اونا میگن که این آهنگ اوناست. به هر حال حالا اگه جنگ جهانی سوم سر این راه نیفته، به هر حال با هم دیگه کنار میاد. هیچ کدومتون هم نشنیدین، برای دفعه اوله که اینو میشنویم. اسمش از چوب نارنجی.
Thank you.
برای خانم‌های زیبا من اومدم ببخشید. نمی‌دونستم این کارو کردن و الا خودم حتما مخالفت باش می‌کردم. اجازه بدید که از جانب همه همکارانم در رادیو همراه و خودم خدمت شما خیر مقدم عرض کنم و خوشحالم که با استقبال خودتون سبب شدید که بار دیگه گرد هم باشید. اجازه بدید که تشکر کنم از همه کسانی که حامی رادیو همراه بودن طی 1 ماه گذشته، از همه شما شنوندگان خوب و عزیز که ما رو حمایت و هدایت کردید و اونم از همه همکارانم که در نهایت محبت و لطف عنوان یه خانواده که اخیراً 1-2 سال اخیر کمی حسودی هم و رقابت هم بینشون بود که نمونش رو دیدید برای ایام رو گذارید. برحال ممنونم که داشت فوردید، سپاسگزارم، امیدوارم شب خوب و خوشی رو داشته باشید. دلیل نمیبینم که مطلبی و یا صحبتی بیش از این داشته باشم. از تشریف فرمایی به موقعتون سپاسگزارم و آرزو میکنم که شب خوب و خوشی داشته باشید. شب خوش. آسمان وقتی که می پوشی کبوتر می شود. آنقدرها من هستم تا بمانم پای تو. می توانم مایه گهگاه دلگرمی شدم. میل توست، اما بی تو باور کن که من در میان بادهای سخت عرض سلام ادب احترام. بسیار بسیار خوشحالم که به همراه دوستان هنرمندم در خدمت و اختیار شما هستیم امشب و این رو به فال نیک میگیرم که افتخار اینو داشتم در آخرین جشن رادیو همراه قبل از پندمی در خدمت شما باشم و مجدداً در اولین جشن رادیو همراه بعد از پندمی از وسط دست و پای پندمی جوری در خدمت شما باشم. ممنونم از مسئولین و مدیران رادیو همراه. اگر این اعتیاد رو داشتیم یه خود بدتر شد. حالا آقای دکتر هلاکویی قراره که یه دونه سمینار بذارن برای هممون که یه جوری بریم تو شرکت کنیم این اعتیاد رو از مشکلش رو حل بکنیم، به کارمون برسیم. دیگه شروع شد، دیگه داریم کار میکنیم. یه چیز دیگه ای که فکر میکنم این در تجربه من ¡Gracias!
سکرفایز میکنم. مرسی. احتمال حقیقی این. و تشکر میشه از جناب آقای حمید سعیدی گرامی اوورد وینر. جناب آقای سعیدی دست گل از طرف جناب آقای نیک کانی از دفاتر اقتصاد و خانواده به شما تقدیم شد. آقای کانی خیلی ممنون از شما. خواهش می‌کنم افتخارشون. مرسی. Thank you so much. وسایل ارتباط جمعی هستن، ولی معمولا تلویزیون با رادیو خب یه فرقایی داره، مگه نه جان؟ بله یه فرقایی داره. مثلا شما در تیوی اون شخصی که داره برنامه اجرا میکنه رو میبینید، شکل شمایلش رو میشناسید، بلندیش، کوتاهیش، اما رادیو اینطوری نیست. بله رادیو خیلی همچین شخصی داریم گوش میکنیم، دلی دلی یا آقایی هم داره صحبت میکنه، یه خانومی هم داره صحبت میکنه، با خودتون میگین این درازه، کوتاست، چاقه، مو داره، کچله، خوشگله، خلاصه برای خودتون تصوراتی داریم که البته وقتی که اون واقعیت براتون روشن میشه ممکنه بعضی سورپرایز بشن، حالا یا خیلی خوشحال بشن یا نه، تو ذوقشون بمونه. نمونهش همین امروز تعریف کن. نه دیگه چرا؟ نمیشه دیگه، اون نمیتونی راجع به سنت بکنی. دخترم خجالتی هم به نکه ازشون تعریف کردن. ما این دوستان اصلا از این تعریف ها نداریم. بگو خانم بسرمون چرا خجالتی نیست آخه؟ من هرچی بکنی که چی ندارم جز رو. شما به من بگو خانمی که اومد جدا چی به تو رو؟ خیلی خوب، یه خانم خیلی خوش رو و مهربونی اومدن جلو، گفتن که جان خانم شمایی، الهی من قربون شما برم، چقدر شما نازی، بهتر از اون چیزی که فکر کردم. منیجر بیا اینجا یه عکس با هم بگیر. کاش میگم من منیجر رو برده بگیر آقا آقا به من یه عکس از ما بگیر، یه عکس از ما بگیر، یه عکس از ما بگیر. بعد برگشته به ایشون میگه ببخشید این آقا کی هن؟ ایشون هم میگه آقای محمد رضا دیگه. کدوم محمد رضا؟ محمد رضا محسنی با هم برنامه اجرا میکنی؟ رادیو؟ یه دفعه خانمه گفت نه بای خاک به سرم شما آقای محمد رضا هستی؟ من فکر میکردم شما یه جور دیگه ای، یه دفعه دیگه ای، البته اینجوری هم خوبه ها. ببینید وقتی که میگم آدم باید زیر و روش یکی باشه همینه. بیا بله خانم ها آقایان، توجه شما رو جلب میکنیم به قسمت بعدی، این شما و برنامه سازان و همکاران رادیو همراه. به افتخارشون. مرسی. سلام علی ایران. سازگاه بهترین و بدترین فرزندان خدا. به نظرم ما جز معدود کشورهایی هستیم که واقعا بهترین و بدترین مردمان حتی خوشبختانه این تناسبی با هم ندارن. 5% خیلی بدن، 95% خیلی خوبه. و شما جز به این 95% خیلی سپاسگزار از همه حمایت ها و پشتیبانی هایی که از ما کردید طی سالها، نه فقط ما، تمام این نهادهای فرهنگی، هنری و سیاسی که در این مملکت و بیرون از ایران بوده، فقط و فقط با حمایت شما سر پا موندن.
رادیو همراه هم بدون شما هیچ معنایی نداره. در اصل حضور شما اینجا واقعا یک حضور پربرکته. یک بار دیگه اثبات کردید که ایرانی ها استعداد با هم بودن رو دارند، یک دلند و خوشبختانه امروز در بیرون از ایران نسلی پرورده شده و در درون کشور ما که ثروت و سرمایه آینده است. یعنی با این سرمایه انسانی واقعا میشه یک دموکراسی باشکوه و محکم رو شکل داد. اجازه همینجا یکی از همکارانم رو که سالیان دراز با من خانم فرموده میرانی رو به اینجا دعوت بکنم. فرموده جان بیا، خیلی زحمت من سلام. سالی در خدمت آقای علیرضا بیگودی هستم، ازشون یاد میگیرم، اذیت هم میکنم، منو سکته میدن ولی نه جایی گذشت از شوخی از محصرشون یاد میگیرم. آقای دکتر تولد رادیو همراه مبارک، مفتخرم از این که در کنار شما همکاری میکنم و اجازه میخوام از آقای دکتر، یادتون هست 8 سال پیش من نوید تولد رادیو همراه رو دادم. به برنامه های آزمایشی رادیو همراه گوش میکنیم. اینجا رادیو همراه است. تولد رادیو همراه مبارک. تشکر، ممنون. سابقه همکاری من با دکتر برمیگرده به 2000، سال 2000 که با دکتر شروع به کار کردم، از به اصطلاح بیورلی سنتر فور ویل بینگ یا مرکز بهزیستی، و از اون موقع به بعد درد دل همه شما دوستان رو گوش کردم. امیدوارم که تونستم همین کمکی را نمایی اگر لازم بوده بکنم و الانم به هر حال خوشحالم که با رادیو همراه در کنار شما عزیزان هستم. خیلی خوشحال میشم وقتی از دوستان میشنوم که رادیو همراه چه اسم با مسمای انتخاب کرده، واقعا همراه ماست و منم خوشحالم که با شما شما هستم. همکاری من با رادیو همراه تقریبا به 8 سالی میرسه.
و خیلی خوشحالم که همینطور بتونم این همکاری رو ادامه بدم با رادیو همراه و دکتر فرهنگ اولاقی. خیلی ممنون. مرسی. باتیس باوالی. سلام به همه دوستان. با این آهنگی من فکر کردم باید بار بگیرم. من باتیس باوالی هستم، فکر میکنم جدیدترین عضو رادیو باشم. خیلی خوشحالم که با دوستان همکاری میکنم و هفته ای سه روز معزنی و خانم بنشن باید من تعامل کنن و تبریک میگم سالگرد هفتمین سالگرد رادیو همراه رو با آقای دکتر هلاکویی، همکاران عزیز و همه شنوندگان از سراسر دنیا. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. باید هستم. خوشحالم که شما رو میبینم از نزدیک. من مسئول سوشال نتورکینگ هستم و ادورتایزمنت سکیجولینگ و حدودا یکم بیشتر از 4 سال هست که با رادیو همراه کار میکنم و تو رو خدا دیگه چیزی نگم. فقرات هر مؤسسه یک گروه استم بسیار بسیار قویه و مسئول. از همه عزیزان تشکر میکنیم. میریم به سراغ برنامه سازانی که با صداشون خاطره داریم، با برنامه های خوبشون لحظاتتون رو شیرین تر میکنیم. میریم به سراغ آقای فرخ جاوید. بچه‌ها سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بسیار خوش آمدید در اینجا. اجازه من اینجوری شروع کنم که هر شب که به صدای قلب خود در آب و به آوای خود در باد گوش کنم، با خود بگو که خورشید هرگز غروب نمی کند و امواج هرگز از حرکت باز نمی ایستند و به تنها چیزی که نیاز داری یک ساعت دیگر از روشنایی روز است. خورشید را با فرخ جاوید دنبال کنید. هر شب مرسی. من همون آقایی هستم، من همون آقایی هست از اولین کسانی بودم که با رادیوشو به همکاری کردم با آقای دکتر هلاکویی. همون کسی هستم که صدای من و سیمای من یک نسل با هم دیگه اختلاف داره. از اون مهمتر، قلب من و مغز من دو نسل با موی سفید من فاصله داره. برنامه من یک روز در میان هست، روزای زوج، ساعت 6 بامداد. میدونم خیلی از شما خواب هستید، اما اون ور آمریکا و اروپا خیلی گوش میدونم. ما 300 هزار نفر شنونده داریم. 300 هزار کم نیست، خیلی گوش کنید. و اگر هم فرصت نکردید صبح به اون زودی بیدارشید، میتونید که برنامه من رو روی وبسایت رادیو همراه و روی فیسبوک من لینکاش اونجا میگذاریم بهش توجه کنید. دلم میخواد از این فرصت استفاده کنم از دوستان عزیزی که در طول یک سال اخیر مرتباً باشون مصاحبه کردم تو برنامه خودم، تشکر بکنم. به ترتیب حروف الفبا، خب، دکتر فرامرز داویدی، دکتر پیمان رئوفی، آقای مجید روشنگر، دکتر محمد زامیر بلوکی، آقای دکتر محمد نبا و خانم دکتر گیتی نوزدی. از همهشون سپاسگزارم و نیز از آقای امیر درخشان که کارگردان فنی من هست. خیلی ممنونم، در خدمت شما هستم. مرسی. خانم ها آقایان، خانم هداکر، سلام عرض میکنم خدمت تمامی شما. میخوام بگم شنوندگان عزیز چون هستی و تمامی یاران رادیو همراه، به ما گفتن که هر کدومتون یک دقیقه فرصت دارین تا به گناهان خودتون اعتراف کنید. یکی از گناهان من شعر گفتنه. گناه دیگر من نویسندگیه.
گناه سوم من برنامه سازی رادیو و تلویزیون. گناه چهارم من که از همه خطرناک داره زدم به کار بیزنس. I'm investment agent. حالا برمیگردم به گناه اولم و یک بیت براتون میخونم از گناهان اولم. دلی چون برگ گل حساس دارم، دلی چون برگ گل حساس دارم، واسه عاشق شدن وسواس دارم. میون این همه گلهای زیبا به تو، تنها به تو احساس دارم. من میخوام قبلش یه تقلب بکنم، چون نمیشه بدون شعر شروع بکنم و اگه شعرم بخوام بکنم بعد از اون بخونم، چون ممکنه که جا بریم بزن. ببخشید من یه چیزی بکنم. و باغ زنده از نوازش باد، برگ‌های سیاه سبز درختانش را چون سبزینه نهالی نهار میبیند. باد سبا بارور است هنوز، میپیچاند بوی آشنای همیشه بهار را به زوایای باغ، جایی که گلبرگ ها محکم ایستادند همچنان بر سر جای، بی خیال از مجال طبیعت، بی خیال از قدم های تند فسون. درود بر شما عزیزان، من بنفشه سوده هستم. افتخار خیلی ممنونم، افتخار اینو دارم که از ابتدای سال 2021 میلادی در بخش خبر صبحگاهی و عصرگاهی و همینطور بخش برنامه خبری جهان در هفته که گذشت در روزهای یک شنبه در خدمت شما باشم و همچنین دو برنامه ادبی زولان نو و هزاران شعر پارس که به ترتیب روزهای یک شنبه و شنبه پخش میشه. خیلی خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که در خدمت شما همکاران عزیزم در رادیو همراه و جناب دکتر هلاکویی هستم. خیلی ممنونم از همه. استاد علیرضا شاه محمدی، رفتم در این خانه دیبه خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه، من مست و تو دیوانه عزیزم، من مست و تو دیوانه دیبه، ما را که خیلی خوش آمدید. من علیرضا شاه محمدی، خواننده و معلم آواز و موسیقی ایرانی هستم و مفتخر و مبتهج و خرسندم که از طریق این رسانه مرتبط یعنی رادیو همراه و در کنار سایر همکاران عزیز و کاربلدم برنامه هفت خوان موسیقی رو تقریبا بیش از هفت سالی هست که در خدمتتون اجرا کردم. غرض و منظور از اجرا و ساخت این برنامه دو چیز بود. یکی اینکه موسیقی برای همه مردم هست در همه سطوح، دوم با بزرگداشت و در واقع اشاعه این فرهنگ شنیداری ایرانی ها که بخش مهمی از نماد زنده است به نام میراث فرهنگی ما که موسیقی اصیل ماست و خوشحالم که تونستم سهمی هرچند مختصر از طریق این رسانه در خدمت شما ایفا کرده باشم. روزگار خوشی داشته باشید. سپاس می‌کنم. خانم‌ها، آقایان، مهدی کاملی.
من مهدی کاملی کافه کلاش. من هفته یک ساعت با یه گیتار و یه میشین و یه کافه 100 سال پخته به دیدن شما بیرون و شما دعوت میکنم به این کافه قدیمی که چیزی حدود 10-15 ساعت برای ساختن یک برنامه زمان میذارم براتون برنامه اجرا میکنم و خوشحالم که در یک کافه 100 سال کهنه شما رو بهبود میکنم که ساعتها ایستادن ساعتی وجود نداره و تمام عکس های قدیمی به ما خیره شدن در کافه کلاش. مثلا سهراب سپهری رو به کار خودم خیلی نزدیک میبینم وقتی که اشاره میکنه گاه گاهی قفسی میسازم با رنگ میفروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندان نیست به تنهایتون تازه شبش خواهد بسن من بکتی کنم. خانم ها دادن همایون سفر هزاران سلام تقدیم سکتن شما عزیزم. چقدر افتخار میکنم که یک زن ایرانی هستم. لادن همایون صفت، فرزند محمود همایون صفت متولد تهران، مجری برنامه دایره تندرستی، با دنیای پهلوانی و ورزشی و ورزش‌های رزمی در تهران در زورخانه پدرم آشنا شدم و روش کردم. ایشون به من آموختن که زنانگی و آزادی رو با هم حفظ بکنم و بی‌باک و بدون هیچ ترسی تسلیم ناپذیر در برابر هر گونه فشار و هر گونه تعرضی که بخواد به من وارد بشه، چه فرهنگی، چه سیاسی و چه مذهبی بیستم و بتونم با صلح درو زندگی کنم. امروز در این مملکت آزاد تعهد من به عنوان یک گرند مستر نه تنها به پسر نازنینم رایان بلکه بدون در نظر گرفتن هیچ مرزی خدمت به مردم هست و خواهد بود. تمام تلاشم رو میکنم که برای شما عزیزانم مفید باشم. ممنون که هستید. همیشه سالم و سربلند و شاد باشید. دکتر جاله نجیان خیلی متشکرم. حرفی برای گفتن ندارم. برنامه شمد و شکر رو دارم که البته در این برنامه از تلخی ها و شیرینی ها میگیم، اما درسته که تلخی هم درش هست، اما شیرینیش به خاطر وجود شما عزیزانه که همیشه به برنامه گوش میدید. خیلی متشکرم از همه شما عزیزان. و اما محمد رضا معظم به خدا این مهربانی خود میبینیم دونو خدا خیلی شد از رو نمید. مرسی، خیلی ممنون. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که شهد و شکر نابود بسیار خوشحالیم که از یه همراه ما هستید. میدونید لحظه لحظه وقت شما چقدر پر ارزشه. این همه چویس و انتخاب دارید، رادیو و تلویزیون ها و کانال های مختلف، ولی لطف میکنید و به ما گوش میکنید. از همه شما تشکر میکنیم، سپاسگزاری میکنیم و اجازه بدید که ازتون بخوام به افتخار خودتون یک کف مرتب بزنید. مرسی. و دوستانی که این جلو نشستین، امیدوارم که گردنتون امشب درد نگیره. فکر کنم تا دو روز بخواید ماساژ بدین. و آقای مسعود هستن اینجا؟ آقای احمد مسعود من ندیدم. به هر حال اینجوری که نشستین یاد ایشون افتادم. میدونید که به افتخارشون خواهش می‌کنم بابای تهران و سالهای سالی که ایشون به نحو عالی مدیریت میکنن. اولا یه پیست رقص داشتن. بچه شما میتونید کیبورد رو بیاین بذارید. من این دارم جایی حرف میزنم برای اینکه شما فرصت داشته باشید برای اینکه کارتون رو بکنید. رامان جان کیبورد رو بگو بیان بذارن لطفا. مرسی. ستاب را. برای قسمت بعد. که یه جورایی سورپرایزه. اولا یه پیست رقص میذاشتن. خود دوستان میرفتن اونجا و میخوندن.
بعد دیدیم یواشواش این میزا داره اضافه میشه، این میزا داره اضافه میشه، این داره میشه، یواشواش رفت تسلیم به استیج. بعد من گفتم که آقا خب اینجوری که خیلی ناجوره. بعد که با خودم فکر کردم گفتم عجب انسان واقعا مهمانی هستن ایشون، به فکر خواننده‌ن. اینکه اون بالا معمولا هم خواننده ها غذایی نمیخورن موقعی که میرن به استیج، گفتن اگه وقتی گرسنه میشه دولاش یه لقمه از همون غذایی که اون مهمون داره میخوره یه لقمه بخوره. به هر حال به افتخار ایشون و به افتخار همه عزیزانی که برای اینترتین کردن و سرگرم کردن ما و شما زحمت میکشن یک کف مرتب بزنید. مرسی. تشکر ویژه دارم از مین اسپانسرها و اسپانسرهای این برنامه، جناب آقای دکتر کامران یلدی که مین اسپانسر ما هستن. خواهش میکنم به افتخارشون. اول اکتبر کنسرت ابی هست تو فورم. این من خواهش میکنم به افتخارشون. خواهش میکنم، خواهش میکنم. مرسی. در سه هفته که من از شما نمیتونم یه بود خواننده آقا من فقط باید داد بزنم. من گفتم که برم استیج بخونم. از ما انتظار داره یه خطشو میخونه میکروفونو میگیره جلو. شعر رو بلدی شما؟ غربت به خصوص تو غربت. شما بلدی غربت رو؟ یعنی چی؟ حتی قد لالایلایشو بکن. جیخ چه میتونی بکشی از در من؟ عجب گرفتاریشو ادیس رو فایده ندارد. ایشون نمیخواد بخونی. شما خود میخواد از من ببین متا خودت بعد با هم بیایی تو جلو برو من پشت میام. اول نفسگیریتون باید خوب باشه. دایفرایمتون استفاده کنه. از کجا؟ دایفرایم. دایفرایم از کجا میاد؟ یه پرده عضلانیه که بالاتنه و پایین‌تنه رو جدا می‌کنه. بیش از جلال حرف بالاتنه پایین‌تنه نزن. بچه‌ها نشستن. بخوام اینو آموزش بدم دیگه به شما. من چیکار کنم؟ خب بگو الان اینجاست. بله بله. ببینید برای وقتی شما نفس مثل سرفه کردن هست که یه فشاری میره پایین یه فشاری میاد بالا. من سرفه می‌کنم به همه جام فشار میاد. ولی شما اشتباه سرفه می‌کنید. شما سرفه می‌کنید فقط به اینجا فشار میاد. آدمای نرمال اینطوریه. آقا با آنورمالی بزن ادریس جان تو از پایین رو خوب بزنی. آها بخ بعد نیست اگر این سلفوناتون هم بیارین شم که نمیذارم روشن کنیم. الهی من قربون این صداها برم به اون بالایی ها خوش میگذره. بابا خدا نکنه آدم جهنگیر بشه. بخ برو من میام بکنیم فیگورم خوبه؟ بخونه بچه هیچ تنها و غریبی بابت قربت چشمات و نداره هرچی دریا ابر بارونی بیاره انگار ناتانی برده وقتی دلگیر و تنها قربت تموم دنیا اصلی چه قشنگه چشم روشنه میباره
فکر نمی کنم از برنامه های من دونه ای رو میز کرده باشن. میان با اون چهره قشنگ، چهره آرام، و من تعجب میکنم که ایشون دارن صدای منو میشنون یا دارن منو روانکاوی میکنن. ولی فکر میکنم هر دوتا کار رو در یک آن انجام میدن. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. من محمد رضای عزیز و فرشید مثل که دو هفته پیش این برنامه رو هماهنگ کردن. فرشید به من گفت حاضر هستی؟ گفتم برای دکتر هلاکویی و همکارانش هر کاری که بخوان با کمال میل انجام بدن. من ادامه بدم این آهنگ رو یا خود بابیشون من اصلا از رو بابا ولی قشنگ راست میگی؟ یعنی امیدی هست؟ امیدی هست؟ بتونیم کارامون رو عوض کنیم؟ نه من بیام آفی شما داشت بیاد نیست. نه بودا شما برسم به قول آقای دکتر هلاکویی من 1001 عیب دارم، این یکی و دیگه رو من نداریم. من از این کارات استراحت نمی کنم. مرسی. پس اگر موافق باشین هم صدا میشین با ابی آقای صدا. مرسی ادیشان. مرسی ادیشان. و از این به بعد هم میتونی و به امید دیدار شما این رستگاه
هدیه از طرف دفاتر آقای دکتر کامران یدی به شما و به افتخار امی و همه آقایی مرسی بسیار بسیار شمی بسیار خوبی مرسی مرسی از دعوت شما آقای دکتر این خبر ممنون از شما من فهمید از شما مرسی مرسی امی جان دوستان زود منو بیرون کرد و من دوستان 10 دقیقه یه رو بیه درگی سریع میگیریم برمیگردیم که بتونیم بیشتر از برنامه خوب امید لذت I'm so
گله تو عروس شهر افسانه هایی عاشقت میمونم قدر تو رو میدونم نیاد اون روزی که میتونم نیده نیده We'll be right back.